لامینه یامال با استعداد خیره کننده و توانایی فوق‌العاده‌اش کل دنیا رو انگوش به دهن کرده. اون با تکنیک نابش و تصمیم‌های هوشمندانه‌ای که توی زمین می‌گیره همه رو متحیر کرده. توی این ویدیو قراره با آموزش 3 تا از دریبل‌های این بازیکن نوجوان بپردازیم. اولین چیزی که میشه از تکنیک‌های یامال فهمید اینه که این بازیکن نوجوان برای انجام دریبل‌هاش خیلی خوب میتونه از حرکات بدنی استفاده کنه. بیشتر دریبل‌های یامال با حرکات فیک بدنی صورت میگیره. اما بریم سراغ دریبل اول. خوب به اینجا دقت کنید. در نگاه اول این دریبل خیلی ساده به نظر میرسه، اما یک نکته داره و اونم اینه که شما وقتی برای دریبل یک مدافع تغییر جهت میدید، برای اینکه مدافع دوم نتونه توپتون رو بزنه باید خیلی سریع یک ضربه دیگه به توپ بزنید. دقیقاً هم مثل اینجا یامال اولین مدافع رو با تغییر جهت رد میکنه و بلا فاصله با تق زدن به توپ مدافع دوم هم فریب میده. البته انجام این دریبل نیاز به سرعت خیلی خوبی داره. بچه‌ها اینو بدونید، همیشه برای رد کردن مدافعا باید دنبال آسون‌ترین راه بگرد. یکی از دلایلی که میگیم یامال بازیکن باهوشیه اینه که همیشه برای رد کردن مدافعا دنبال آسون‌ترین راه میگرده و سعی میکنه خودش رو با مدافعا درگیر نکنه. زمانی که مدافعا از شما فاصله دارن و به سرعت دارن به سمت شما حرکت میکنن، بهترین راه برای عبور از اونا اینه که به توپ یه ضربه یا تقه به سمت فضای خالی بزنید. این روش یکی از مطمئن ترین و در عین حال ساده ترین روش هاییه که میتونید یک در مقابل یک رو به راحتی بردارید. فقط کافیه فضای خالی پشت سر مدافع رو به خوبی تشخیص بدید. همونطور که گفتیم یامال استاد فریبای بدنیه. در اینجا به یامال دقت کنید. وقتی بهش پاس داده میشه با یک حرکت بدنی نشون میده میخواد به جلو حرکت کنه. مدافع رو فریب میده و میذاره توپ رد شه ازش و به دنبال توپ حرکت میکنه. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. برای دونستن جریان عکس مسی با یامال میتونید این ویدیو رو تماشا کنید.